هموطنان عزیز، با سلام و درود. جنگی که روسیه در محور اوکراین پیش میبره، جنگ علیه کل تمدن غرب است. یعنی در این جنگ تنها محک نیست که اوکراین یک طرفه شود کارش. روسیه از پل پولند یک وقت عبور خواهد کرد، از بالتیک عبور خواهد کرد. چرا ما این گپ میزنیم؟ ما شخصا از روی یافتهای تاریخی که دارم این احتمالم قوی میدانم. همین جنگ 100 ساله در این نقطه به ما چی میگه؟ زمانی که لینین بعد از انقلاب کبیر اکتبر در 4 طرف داخلی و بیرونی در جنگ بود، دونمو زمان اینمی پولندی ها حمله کردند، بلشویزم شکست دادن. در واقع بسیاری برنامه های لینین از امو و زمان خراب کردن، از امو زمان خراب شد که باز بعدا یک قیام ملوانان کرونشتات به وقوع پیوست که زمینه را آهسته آهسته به استالینیزم فراهم آورد. این فشارها همیش از جبهه پولند می آمد. این اپریل 1919، 3 سال بعد، 2 سال بعد از انقلاب اکتبر، جوزف پیلسوتسکی یک فرمانده ارتش پولند بود. در گذشته در قسمت های اوکراین حکم روایی کرده بود. پیش از او یک دم تصمیم گرفت که با استفاده از جنگ داخلی روسیه اوکراین تصرف بکند، اوکراین حمله کرد. خب به خاطر از اینکه تمام زمین های کشاورزی و صنایع اوکراین که پیش از 2014، یعنی پیش از شروع جنگ اول جهانی، بسیار رشد کرده بود، اینا را همه را تصرف بکنه و یک پایگاه بزرگ دفاعی علیه روسیه بسازه. وقتی که حمله کرد، روسا در جنگ داخلی بودن با گاردای سفید، مناطق مرکزی اوکراین اشغال کرد. در هفت 1920 کیف تصرف کردن، یعنی کیف امروز پولند تصرف کرد. بسیاری سربازای شوروی اون وقت به دام افتادن. در او زمان تروتسکی در کمیته ازبی پتروگراد در اونجا بود و خطاب به اونا گفت که ای آل خوینا ای کار کردن، جنگ طولانی است، انتظار پیروزی سریع نداشته باشین. در هر حال او یک برداشت کرد، گفت که کارگران طبقه کارگر پولند تجاوز پیلسودسکی را تایید نمی کنند. اما تروتسکی بعدا تجربه نشان داد که اشتباه کرده بود. تروتسکی نفرت و تعصبات ملیتی او زمان آل همه است از اوکراین و پولند علیه روسیه نادیده گرفته بود. او از روی مقتضای تیوریک می گفت که مثلا پیلسودسکی در موقعیت ضعیف قرار داره. خب چی ضعیف؟ به خاطر اینکه میگه یک جنگ طبقاتی است. برعکس، در حمله پولند به روسیه کاملا مثلا مسئله هویتی، مسئله نفرت دهقانان پولند علیه روسا کاملا برجسته بود. وقتی تروتسکی گفت که شوروی با شما یک جنگ نو بعد از این معرفی میکنه و ما جنگ طوری می جنگیم که مو بر بدن ملاکان سراسر اروپا سیخ شوه، اما اوتر نشد. کیف اگرچه به وسیله ارتش سرخ دوباره تسخیر شد، اما چی؟ اینجا ترودسکی مخالف جنگ تهاجمی علیه پولند بود. پیلسودسکی عقب نشست و تروتسکی میگفت که جنگ به سبک شوروی در خاک دیگران درد سرساز است. مثل که امروز در روسیه پوتین همین موضوع مطرح است به این شکل. استالین هم نمیخواست که اینا جنگ علیه پولند ادامه بتن در خاک اروپا. میگفت که جنرال ورانگل در جزیره کریمه جبهه داره، از جنگ ما با پولند استفاده میکنه نکنین.
لینین گفت که نه، باید وارسا را فتح کنیم. تروتسکی بعد از شنیدن سخن لینین خب ناگزیر از اشغال پولند حمایت کرد. بلشویکا با شعار بعد از وارسا نوبت برلین است، مگر اینا نچسبیدن. خود چسبیدن به فتح وارسا، اینجا در اون زمان لارد کرزن وزیر خارجه انگلیس بود، آمد میانجیگری میکرد. اما لارد کرزن معروفه که در امور افغانستان هم بسیار کارنامه داره. چرا او آماده میانجیگری شد لارد کرزن؟ به خاطر از اینکه او بوی برده بود که پولند در نتیجه انقلاب بلشویکی که از این طرف موج گرفته دیر یا زود فرو می پاشه. لارد کرزن میانجیگری کرد، بلشویکا رد کردن. که رد کردن، تروتسکی یک فرمان جنگی علیه پولند نوشت. در کنگره دوم کومینترن نقشه اشغال پولند از دیوار آویخته شده بود. آن وقتی که ما 100 سال بعد به قضیه میبینیم، آیا اشتباه بود یا محاسبه نادرست بود؟ بعدا تروتسکی در کنگره دوم کومینترن گفت که پولند درخواست مصالحه کرده، اما به فرمانده ارتش سرخ بیگوروف گفته شد که به طرف غرب حرکت تا ادامه بده تا به نیروهای جنرال توخاچوفسکی وصل شود تا او طرف. یعنی انقلاب اروپایی را اینا داشتن به نحو کلید می زدن. شورای انقلابی نظامی در بخش جنوب در این نقطه تحت فرماندهی استالین بود. وقتی که دستورات صادره از دفتر سیاسی آمد، استالین فرمانده کل قوا را نادیده گرفت. استالین و بیگروف در صدد گسترش جنگ و اشغال چکسلواکیا و مجارستان هم بودن و او طرف می رفتن. نخستین سرکشی ها که از استالین در جنگ داخلی ثبت تاریخ شده در اینمی دوره است. پیلسوتسکی چی کرد؟ قواتای خود در آن سوی رود ویستولا مستقر کرد. عقب نشست در حالت عقب به اصطلاح نظارت فعال. نبرد در 3 آگست 1920 روی داد. 5 روز بعد معلوم شد که ارتش سرخ شکست خورد. پولندیا خوشحال و سرفراز از اینکه لینین و تروتسکی را در اروپا زمینگیر کردند. قوای شوروی برابری توخاچوفسکی به طرف وارسا روان بود. لینین ایتو حساب کرده بود که ارتش سرخ با تسخیر پولند میتونه کمونستای آلمان کمک کنه تا انقلاب سوسیالیستی در آلمان به وقوع بپیوندد. او انقلاب ناتمام و شکست خورده او آلمان ما شما در تاریخ خواندیم که چقدر تلفات هم داشت. تروتسکی گفت که جنگ به ما تحمیل شده، ما مجبور هستیم پیش ببریم. اما قضیه چی بود؟ قضیه بود که پلسوتسکی فرمانده پولند حاضر به مصالحه بود در اون زمان، اما ارتش سرخ نقشی دیگه داشت. سرگی کامینف و فرمانده کل شوروی و تروتسکی اینا جنگ مدیریت میکردن، اما نیرویی که از شمال وارد پولند شد افراد توخاچوفسکی بودند. الکساندر پیگوروف از استقامت جنوب بر عمق پولند پیشروی کرد. هدفشان تسخیر شهر لووف بود. لووف این شهری است که آله در اوکراین غربی است. ایر چی کرد؟ ای کی کار کرد؟ ای کار استالین کرد. برهم زد عملیاتا. از استقامت جنوب بر عمق پولند میخواستن که ما لووف میگیریم. در کنفرانس نوم حزب از نافرمانی استالین سخن گفته شد. مثل که ارتش سرخ در زمان خسته و کمتر تجهیز هم بود، پیلسوتسکی در خارج از وارسا تجدید سازمان کرده بود. بنان خلاصه مطلب که ارتش سرخ خود مستقر کرده نتانست. تروتسکی به اصطلاح این سوال مطرح کرد که آیا واقعا انقلاب سوسیالیستی
اروپایی قابل وصول است یا نه از نظر عملی. اما او از نفس تجاوز ارتش به پولند، ارتش سرخ البته، محکم دفاع کرد. خب تجاوزی که به جای نرسید، آله نقطه برگشت دارد. خب گفته شده که استالین باعث، در یادداشت‌های خود تروتسکی نوشت که رفیق استالین بود که باعث تضعیف من و کمیته مرکزی شد. البته تروتسکی عادت داشت که من صاحب می نوشت. استالین در اونجا در کنفرانس تحقیر شد، اما گفت که قبل از تهاجم به طرف پولند ما برای شما گفته بودم که امی حمله به جای نمی رسد. یعنی خود کشید و زیاد دعوا را نینداخت. از یک سو جنگ با گارد سفید است و جنرال ورانگل در جنوب جریان داشت. لینین به تروتسکی گفت که نیروها را برای درهم کوبیدن ارتش سفید در کریمه خیبر آورد. یعنی لینین آدم نظامی نبود، این رقم یک رقم در عملیات دست اندازی میکرد. او فکر میکرد که پولندی ها بسیار سخت ترسیدن. در کنفرانس نوم گناه، کل گناه شکست عملیات علیه پولند بر سر استالین افتاد. خب گناه شکست چی بود؟ خب نافرمانی استالین بود، در حالی که اصرار لینین به خاطر یورش و تسخیر پولند موجب اصلی شکست بود. خب چی فایده؟ لینین بعدا پذیرفت و به اصطلاح گفت که ما شور میهن پرستان پولندی ها را دست کم گرفته بودیم. یعنی بحث طبقاتی نبود، بس مبارزه پولند مبارزه ملی بود، چه کارگرش، چه دیقانش، چه ملاکش. خود تروتسکی گفت که خب باید از اول بررسی درست میکردیم ما که راندازی انقلاب سوسیالیستی اروپایی قابل اجرا است یا نیست. شما یک دم به تصرف وارسا امر هجوم داده. در این حالی که تروتسکی گپ میزد، اما در دفاع از حمله بر پولند همی در استاده بود. خب گناه استالین چی بود؟ گناه استالینی بود که در جریان جنگ به جای حرکت به طرف شمال که گفته شده بود قمانده شده بود، فرمان نادیده گرفت به طرف شهر لووف در جنوب حرکت کرده بود. فرمانده خط اول جنگ پیگوروف همراه با استالین در این قسمت موفق نشدند که با قوای جنرال توخاچوفسکی در جبهه شمال ملحق شوند. شکست این از اینجا آمد. استالین گفت خب پیش از وقوع عملیات ما گفته بودیم، گفتیم که اشتباه از لینین بود که خطر حمله بر پولند و مقاومت سرسختانه اونا را دست کم گرفته بود. اینمی چیزا تجارب تاریخی که آله 100 سال بعد ما به بررسی میگیریم. فرماندهان کنونی روسیه تحت فرمان پوتین همه این مسائل، این تجربات پیششان است. حتما به طرف پولند اینا میرن یک روز. خب لینین او وقت به تروتسکی گفت که کار گارد سفید در جزیره کریمه یک طرفه کن، این طرف هم مانده او طرف هم برو میگه. بعد از شکست عملیات خب بالاخره ارتش پلسوتسکی نجات یافت. لینین به فکر تفاهم با انگلیس و فرانسه افتید. چرا؟ گفت که انگلیس و فرانسه در پشت پلسوتسکی است، ما باید با اصل منبع باید مذاکره کنیم. خب چی شد؟ به خاطر از اینکه اوضاع پس از شکست بد شده بود، استالین از مقام ریاست شورای انقلابی استعفا داد. حرفهای تندی در جلسه کمیته مرکزی بر ضد تروتسکی هم رد و بدل شد، او هم تهدید به استعفا کرد. تروتسکی یک موضوع دیگر را گفت، گفت که خطری که ما را داخل تهدید میکنه اتحادیه های کارگری است که باید زیر سقف نظام رسمی دولت بلشویکی
فعالیت بکنه. اینا تهدید به دولت نو تأسیس هستند، اتحادیه های کارگری. لنین میگفت کاری نداشته باش با او. در او شرایط هم اتحادیه های کارگری دولتی هم غیر دولتی هر دو مخالف بلشویک ها بودن. این اسناد به ما میگه. تروتسکی ترسیده بود، میفهمید که دولت بلشویکی نوپا را این اتحادیه های کارگری از پا می اندازه و گفت که ملیتاریزه کردن اتحادیه های کارگری باید تحت پوشش دولت صورت بگیره. کنترل خود دولت سر از اینو از دست نده که خراب میشه. اما لنین خواستار کنترل آرام و نامحسوس بود، میگفت آرامش داشت، شدت عمل با اتحادیه های کارگری نداشته باش. تأکید تروتسکی ای بود که باید کنترل رسمی آشکار و انضباطی بر سندیکای کارگری باشد. به خطر تبدیل میشه، ما کنترل نمیتونیم. خلاصه کل حزب در مو شرایط در باطلاق جنابندی های تیوری سنا افتاده بود. پیشنهاد اولیه تروتسکی بود که این یک کار بکنیم که جوایز مادی و دهقانان مرفه که فراوردهای کشاورزی بیشتری را در اختیار دولت نوپا قرار داده بودند داده شود، جوایز مادی تشویق شوند، اطمینان حاصل شود. جالبشی بود که لینین رد کرد، بعدا مجبور شد قبول کنه. خلاصه اوضاع به حد تیره و تار بود که در اوج جنگ داخلی و مداخلات غرب با هدف سرنگونی امی بلشویکا، دیقانان در اوکراین، ناحیه اورال و منطقه ولگا کلن علیه نظام جدید بلشویکی قرار گرفته بودند. این مناطق همه از امو زمان، یعنی از نظر تاریخی، علیه روسا هستند. چرا؟ همیشه اوجا فرانسه و انگلیس حضور داشت، خاصتا در سالهای جنگ داخلی. رهبرای بلشویکی چی کردن؟ مجبور شدن که بجای آلک اگذرن نرمش، اول خود تیز کردن به غلات و تمام حاصلات مصادره میکردن. حالا مجبور شدن که بجای مصادره غلات از صاحبان تولید محلی مالیات جنسی گرفته شود آرامتر. البته این عقب نشینی های گام به گام راه را به یک سیاست جدید اقتصادی باز کرد که هرچند ناخواسته بود مگر او را اعلان کردند، یعنی سیاست نوین اقتصادی نپ دوره. خب سیاست گذار، تروتسکی یک سال پیش پیشنهاد کرده بود که اوضاع اقتصاد خراب میشه، خطر سقوط نزدیک است، در یک دولت دوره عبوری سیاست اقتصادی دوره گذار تدوین شود، یعنی از شدت عمل به اصطلاح مصادره اموال، ملی سازی و انحصار دولت بر تمامی محورهای تولید یک کمک دست گرفته شود که مردم میخیزه، مردم شورش میکنند. برای اقشار مرفه دیقانی امتیاز داده شود تا چی شود؟ فضای اعتماد بیشتر شود، تولید اضافه شود. یک تکتیک بود. خب اما لینین در زمان تروتسکی گفت که تو یک آدم خیال پرداز هستی و در ضمن طرفدار تجارت آزاد. خب آخر کار چی شد؟ آخر کار باید شد که در کانگره دهم لینین خواستار موافقت کانگره با اعطای امتیازات صنعتی به شرکت‌های خصوصی خارجی شد. اینه تو عقب نشینی آمد، عین چیزی که در چین آمد. خود در چین باز ادامه کرد تا امروز. در اونجا وقتی که استالین آمد تمامی چیزها رو برهم کار تمام کرد، سیاست در هم شکنی اعمال شد. بحث دیگه مطالعه و نتیجه گیری از وضعیت بود. چی وضعیت؟ میگفت که خب ما انقلاب در داخل روسیه کردیم، آیا انقلاب جهانی در اروپا
زمینه داره یا نداره که ما فشار سر خود کم کنیم و این موج انقلاب ببریم به طرف انگلیس و فرانسه. البته اینمی مسئله، اینمی گپ، اینمی تیوری که خوشبینی آفریده بود، با شکست ارتش سرخ کال قصهش کردیم در برابر پیلسوتسکی فرمانده پولند. اینمی بر همیشه شکست خورد. این گفتمان انقلاب اروپایی از نفس افتاد. وقتی کنگره دوم حزب فراخوانده شد، در اون حزب چند اپوزیسیون بود دیگه. رهبران بلشویک می ترسیدن که قدرت از دست نره. موریس برینتون نویسنده کتاب بلشویکا و کنترل کارگری یادم میگه که جلسات در اون وقت سرشار از حالت نیمه هیستریک بود. کلگی پریشان بودن، هر کس هر چیز میگفت. دینمی زمان قیام ملوانان کرونشتات آغاز شد علیه سلطه بلشویکی. از 1 تا 18 مارچ، یعنی 18 روز دوام کرد. در اون زمان است که از تاریخ 8 تا 16 مارچ کنگره دهم در جریان است. دینمی خلال قیام کرونشتاد آغاز شد. قیام کرونشتاد یک کود بسیار تا هنوز توضیح نشده است به طور کامل. آیا با تحریک انگلیس ها بود؟ غیر مستقیم؟ یک عملیه بود که ناگان آغاز شد. زینوف او وقت در سال 1921 یعنی میگه که قریب به 90 تا 99% کارگرها ضد کمونیست بودن. بسیار عجیب نیست؟ گزارش زینوف است که بعدا استالین زینوف اعدام کرد. حتی تروتسکی که براورد او را گفت که تو بر یک براورد میکنی بسیار تهوع‌آور غلط است، اما خودش هم به می باور بود که تعداد کارگران ضد کمونیست داخل پرانتز بسیار زیاد بود. گفت باید اپوزیسیون کارگری بر طریق ممکن خیچی شود زیر کنترل بیاره. میبینید کارگر، طبقه کارگر با کجا بود؟ بلشویزم با کجا بود در اول؟ با چی ترتیب؟ مهمترین گروه مخالف که رهبری حزب به صلاح آزار میداد، اینمی داخل پراندز اپوزیسیون کارگری بود که پایگاه کارگری درون سندیکا داشت. خب تمام منشویکا، سوسیالیست، رولسینرها و سایر گروه های سوسیالیستی و مارکسیستی بودند. یک دفعه که کرونشتاد درگیره، گفتن ملوانان کرونشتاد دست به قیام زدن، مطالباتی دارن. مخالف لینین، تروتسکی و کل حزب هستن. لینین گفت چی؟ و خب اینها خود در پیروزی انقلاب اکتبر سهم اساسی داشتن، اینا چی شد؟ گفتن شورش است. گفتن پس شورشیان کرونشتاد حامی ارتجاع هستند. تروتسکی به لینین گفت که با این مسئله مهم است که ارتجاع است یا نیست، اما که من برات میگم که وقتی که بهار، فصل بهار بیایه، یخهای خلیج فلان ذوب میشه، به شورشیان از خارج به سرعت کمک میرسه. کمک رسید، حرکت میکنن، ما را سقوط میدن. این تروتسکی طراح و معمار سرکوب شورش کرونشتاد بود. در کنگره لینین آمد گفت که این مردم خب بیخی خطرناکتر از ارتش سفید بوده. این ملوانان کرونشتاد گفت. توصیه چی بود؟ بازم توصیه با که سابق قدر اهمیت نداشت، اجرای سیاست اقتصادی نوین، نب. دفعتن دادن امتیازات به شرکت‌های خصوصی خارجی در صنایع شوروی، حتی اگر به معنای تحویل دادن کل صنعت به آنها باشد. در اسناد میایی گپا اینقدر وار خطا شده بودند، به طرف بازار آزاد و امتیازدهی میرفتند و شرکت های خارجی. خلاصه
ای کارم کردن، اما به جنرال توخاچوفسکی ماموریت دادن که کار سرکوب نظامی کرونشتات آغاز بکند. توخاچوفسکی که بعدا استالین اعدامش کرد، از به اصطلاح جنرالای خاندانی تزاری بود، بسیار به انقلاب اکتبر در جنگ داخلی خدمت کرد، مقاومت در هم کوفت. وقتی که در هم کوفت، از اونمود در هم کوفتن کرونشتاد را برای پیش روی برای استالین باز شد. آیست آیست. اگر قیام مارچ 1921 آخرین بازنمود آشکار علیه شدت عمل کمونیست های نو ظهور بود، نابود کردن اپوزیسیون کارگری در کنگره دهم شاید برداشتن آخرین مانع بود. آخرین مانع به چی؟ که زمینه را به استالینیزم هموار کرد و این کلش به اثر عرقریزی تروتسکی شد. قیام کرونشتاد بزرگترین نمودار اپوزیسیون کارگری علیه سلطه رهبران بلشویک اولیه بود. او از نظر تیوری یک فلسفه داره. کرونشتاد درست مطالعه نشد. خب در البته در سطح وقتی که شوروی آمد و چین آمد و در سطح کشورهای دیگه که انقلابای سوسیالیستی آمد، زیاد به او مثلا نپرداختند. بیشتر به عامل سلطه و غلبه پرداختند. اما او کد هنوز باز نشده به درستی. کد بچه منظورم آسیب شناسی است. حالا مقالات را که ما میخوانیم بسیار خسته کن از می نویسن 10,000 کلمه می نویسه، کل مفهومش یک پاراگراف نیست. منظورم از ادبیات کارگری است. خب کنگره دوم با حملات شدید لنین علیه امی اپوزیسیون کارگری شروع شد. گفت این خطر بر انقلاب است. با ایره به اصطلاح تلقین ایده های تروتسکی بود. یک انحراف خورده برجوازی است و سندیکالیست های انارشیست اینا از این قبیل گپا گفتن. خلاصه اپوزیسیون کارگری را محدود کردن. کرونشتاد سرکوب شد. تروتسکی در اینجا همزبان لنین بود. هر دو قیام کرونشتاد خطر جدی بر ادامه حیات انقلاب می دانستن. می گفتن که اپوزیسیون کارگری وحدت درون ازبیر خدشدار میکنه، هر دوش از بین بردن که برداشتن را کاملا با ورود قهرمان اصلی داستان که عبارت از استالین بود باز شد. آله که نه استالین است، نه تروتسکی و لنین، آله پوتین است در یک وضعیت دیگه. بازم امو پل پولند است، اما اوکراین غربی است که می طرف موج خطر و طرف از اینا تقویت میشه. اما انگلیس است، اما فرانسه است و آلمان است که وقت آلمان نبود آل آلمان است و به اضافه امریکا. یعنی خصلت جنگ امو خصلت است، امو جنگ است و بی پایان است.